تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت میشد و ما هم هر آیه چند دقیقه ای تفسیر میگیم، یه تفسیر روان، ساده، قطعی، فشرده. از اول که شروع کردیم تا جزء 28 آمدیم، الان آغاز جزء 28 سوره مجادله و آیه 2 هستیم. بشنوید. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. در آیه قبلی بود که گفتیم در زمان جاهلیت اگر مردی به خانمش میگفت که تو همخوابی با تو مثل همخوابی با مادر من، تو برای من مادری، همخوابی با تو مثل همخوابی با مادره، این کلمه رو که اگر مرد میگفت زن شوهر با دست هم جدا شدن دیگه، زنم تا آخر عمرش حق ازدواج دوم نداشت. یه مردی همچی کاری کرد، زن پریشان هیجانی آمد بالا پیغمبر شروع کرد چونه زدن، مجادله کردن، تا این آیه نازل شد که این طلاق غلطه. الذین یظاهرون منکم، کسانی که از شما مردا که نسبت به همسرشون زهار میکنن، یعنی طلاق میگن، زهار با تازای دستدار، کسانی که ایرغمی طلاق جاهلیت میدن، بدونن که ما هن امهاته، یکی آدم به زنش بگه تو مثل مادرمی، این زن مثل مادر نمیشه، یعنی طلاق لغو. شما اگر به زنت گفتی تو مثل مادرمی، خب مثل مادرت که نمیشه، ما هن امهاتهم، این خانم خانمت مادرت نیست، گفتی بگو. اگر انسان به سیب گلابی به گلابی گفتیم که عوض نمیشه که، ما هن امهاتهم، یه خرافه از همان جاهلیت، این مادر نیست. این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، مادر همونی که شما رو زایده. و انهم لیقولون منکرا من القول، این حرفا حرفای منکری هم میزنن، طلاق غلطه و زورن. خب زور یعنی سخن باطل و دروغه. ان الله العفو و الغفور. البته اگر کسی قبل از نزول آیه با زنش همچه حرفی زده از زن جدا شده، او غلطه قبلو ان الله العفو والغفور، خدا بسیار با گذشته آمرزنده، میبخشد و میامرزه. گذشته ها گذشته ها، بر گذشته ها به قول ما میگیم بر گذشته ها صلوات، اما از این به بعد کسی حق نداره به خانمش حرف بزنه. صرف اینکه میگی تو مثل مادرمی که مثل مادرت نمیشه که، مادر اونی که آدم زاییده، این همسرته، این کلمه هم لغوه، طلاق هم باطله. خب یکی از رسالت های انبیا اینه که خرافات رو برداره. در سوره انعام خیلی نقل شده از خرافاتی که پیغمبر لغو کرده. یکی از رسالت خرافات ها داره. الذین یظاهرون، کسانی که ظاهر میکنن طلاق جاهلیت میدن، لغو. و یکی از ظلم هایی هم که دوران جاهلی در حق زن میشه همین رقم طلاق بود. به زن در طول تاریخ ظلم شده، هنوز هم ظلم میشه. این هم که میگن آزادی زن، آزادی زن، به زن ظلم کردن. ایتون نیست که اگر زن رها شد از عفت و حجاب اومد و خیابون، این معنی آزادی باشه. گاهی به نفع حق زن یه قوانین تصویب میشه، زنم فکر میکنه اینا به نفعشه، بله اگر طلاق بگیرم نصف مال شما رو میگیرم. بنده اینو با این دوتا چشم خودم در آمریکا دیدم، منبر بودم واشنگتن، جمعی بسیاری از زنهای طلاق داده شده ای و مردان طلاق شده، چون قانون اونجا به نفع زن اموال شوهر رو مصادره میکنن، میدن به زن، زن برای که پول دار بشه با شوهرش یک و دو میشه، قهر میکنه، طلاق میگیره، یه سری اموال رو میگیره،
یه 4 تا سینما میره، دو 4 تا پارک میره، دو 4 تا شب نشینی، و بعدم میبینه خب حالا پول که کار شما رو نمیکنه که. انسان عاطفه داره، بچه میخواد، عروس، داماد، خانواده، همسر، و اشتباه میکنن اونهایی که فکر میکنن چیزی جای قانون خدا رو میگیره. خب مبارزه منطقیه، میگه حالا اگر شما به زنت گفتی تو مثل مادرمی مادر میشه، حرفش غلطه، ضد عقل، ضد منطقه. اگر ما به کاغذ گفتیم شیشه، شیشه میشه. اگر به شیشه گفتیم چرم، چرم میشه. میگه با یک کلمه، یا وقتی مردی حلقه طلا دستش بود گفتم حلقه طلا بر مرد حرامه، اصلا طلا بر مرد حرامه. گفت نامزدیه، گفتم اگه گفتی نامزدیه حرام خدا حلال میشه. یا مثال برات دادم، گفتم یکی کسی جگر گذاشت رو آتش، شروع که باد دادن که این جگر رو باد بده بخوره، یا مرتبه دید دور این آتش ها چیز گرباج هم شدن. گفت که بلال، بلال یعنی مثلا ذرته، یعنی حالا اگر به جگر گفتیم بلال گربا میرن، گربه وا میسته، بوش پیداست بو جگر. حالا تو هر چی میخوای بگی بلال بلال. مگه کسی گفتیم نامزدی حرام خدا حلال میشه؟ میگه گفت به جگر گفتیم بلال گربا میرن، حرفا نیست. خب یک ناله تبدیل شد به یک جریان نجات بخش که این آیه نازل شد. زشگویی و زورگویی سیره مستمر جاهلیت. لیقولونه، این لیقولونه منکرن، یعنی این تا جاهلیت باشه از این دلوری ها و خرافات خواهد بود. بر هر کاری راه شرعی و قانونی هست، طلاق هست، اینم در چه شرایطی، اینم قابل رجوعه. اتهام قرآن فرمود حتی اگر کسی زنش طلاق داد باز شوهر اولش بهتر از این شوهر جدید بره، چون بالاخره شوهر اول یه تجربه های تلخی دارن، فهمیدن به اینجا رسید که طلاق دادن، حال برگردیم دیگه اون کارا تکرار نشه. اگر کار غلطی هم بوده در زندگی اول، هم زن و شوهر متوجه غلط شدن، هم توبه کردن، بعدم یه خاطرات شیرین عروس و داماد هم دارن. بالاخره اینا یه وقتی با هم لذت‌های بردن، کام گرفتن، خوشحال بودن. وقتی زن خونه مرد دیگه هم بره، یا مرد خونه زن دیگه هم بره، باز یاد اون خاطرات اون میفته، یه بستریه که برای که بازم یه روابط نامشروعی پیدا بشه. یعنی چیزی که یه کارگری که خونه رو ساخته، خدا نکرده اگر این دوز در بیاد، او خونه که بنای کرده را دستشه، چون میدونه را پشبون کجاست، پلا کجاست، پنجره کجاست، چون خودش بناش بوده. ولذا اگر بنا باشه، خدا نکرده یک کارگری یک بنای دوز بشه، او خونه که ساخته را دستشه. اگر زن و شوهر هم طلاق بگیرن، این باز خطر زنا پیش میاد، چون ممکنه اینها باز هم دیگر ببینن، با یه لبخندی پشیمون بشن، بالاخره یه حوادث پیش میاد. باز میگه برگرد به شوهر اولت، شوهر دیگه نکن، چون هم تجربه داری، هم تنبیه شدی، هم ممکنه بر جای دیگه حوث اینجا رو بکنی. خداوند گناهان گذشته رو میبخشد و چشم‌پوشی میکنید، و اگر گناه بزرگه عفو خدا قابل تردید نیست. خب آیه 2 از سوره مجادله چی شد؟ این طلاق خرافی باطل، مادر همون مادره، با این کلمه که به خانمت میگی تو مثل مادرمی، زن طلاق داده نمیشه. خب حالا اگر کسی کار چه کنه، میگه هیچی، این با کفاره بده برگرده زندگیش، که آیه کفاره رو بعد خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.